آغاز دوباره روند توزیع پاسپورت در کابل و در 3 ولایت دیگر. عالم گلقانی سرپرست ریاست پاسپورت میگوید که پس از رفع چالش‌های فنی در این نهاد، روند توزیع پاسپورت در کابل سر از فردا دوباره آغاز می‌شود. کوم تکنیکی ستونزی وی هغه حل شوی دی، کوم مشکلات په بیپو بایومتریک او په مرکز کې چلارل هغه حل شو، او کوم ماشینالاتو ته چې ضرورت وو چې دا باید نوی راوړل شي هغه نوی راوړل شوی دی، او کوم چې زاړه وو هغه ترمیم شوی دی. نو الحمدلله زه ټولو ته ډاډ ورکوم چې مشکلات په الحال دپاره حل شوی دی، څه مشکل نه لرو. آقای قانی از بازداشت چندین کمیشنکار خبر می دهد و از مردم می خواهد که دیگر به کمیشنکاران پول ندهند. او همچنان از نهادها و مسئولان امارت اسلامی می خواهد که دیگر سفارش خط به این نهاد نفرستند، زیرا آنان روزهای پنجشنبه را به نیروها و مسئولان امارت اسلامی اختصاص دادند. په اونایی که هر پنجشنبه موږ د مجاهدینو د پاره ځانګړی کړی ده، ټول مجاهدین ملګری په همدغه ورځ د پاسپورت د اخستلو لپاره مراجعه وکړي. سرپرست ریاست پاسپورت همچنان در مورد ثبت نام آنلاین میگوید فرم ثبت نام تغییر کرده و به زودی هم روند ثبت نام آنلاین آغاز خواهد شد. چه کوم فرم آنلاین چې مخکې تعیین شوی و هغه به خلکو ډکوو، اوس هغه نه دی، اوس نوی موږ ترتیب کړی دی، په ډیر عصري سیستم باندې موږ ترتیب کړی دی، او دغه چې موږ مکمل کو ترتیب یې کړو، په دا ورځ دوه کې به موږ درته اعلان کړو چې په کومه طریقه باندې ته خلک بیا راشي دا فرم آنلاین ډکي. با این حال ریاست پاسپورت تا اکنون 6000 میلیون افغانی از رهگذر توزیع پاسپورت درآمد داشته است. حالا که روند توزیع پاسپورت در کابل آغاز شده، ممکن درآمد این نهاد همچنان بیشتر شود.